22 روز شهریور ماه برابر با 13 سپتامبر سال 1159 خورشیدی برابر با 1780 میلادی، اختراع آسانسور به دست یک مبتکر آمریکایی به نام جان بیکبارد. جان بیکبارد اولین بار آسانسور را در شهر شیکاگو آمریکا آزمایش کرد. این آسانسور اولیه عبارت از جعبه‌های چوبی در ارتفاع 100 فوتی بود که مردم در آن می‌نشستند و پایین و بالا می‌رفتند. اما اولین آسانسور برقی در حدود 109 سال بعد و اولین آسانسور اتوماتیک در حدود 26 سال بعد از آن اختراع گردید. سال 1321 خورشیدی برابر با 1942 میلادی، در گذشت دانته الیگری، ادیب و شاعر ایتالیایی که در شهر فلورانس ایتالیا به دنیا آمد و تحصیلات خود را در دانشگاه زادگاهش به پایان رسانید. وی سپس وارد ارتش شد و پس از مدتی با فعالیت در مشاغل سیاسی به مدارج بالایی دست یافت، اما با توطئه چینی دشمنانش از کار برکنار شد. دانته در جوانی دل در گروه باتریس نهاد و به خاطر این عشق که از تاریخی ترین عشقهای دنیاست قطعه زیبای زندگی نورا سرود. همچنین عشق به باتریس بود که مایه اصلی شاهکار بدی کمدی الهی دانته گردید. این کتاب که در 3 قسمت دوزخ، برزخ و بهشت و هر کدام در 33 بند سروده شده است، به عنوان بزرگترین اثر دانته در جهان بیمانند است و از حیث ژرف اندیشی و نیروی تخیل و لطافت و ظرافت و تدابیر سیاسی و شرح احساسات مذهبی بی همتاست. دانته در این اثر از سفر یک روح حکایت می کند که دو مظهر فلسفه و دین آن را هدایت می کنند. اشعار فلسفی این کتاب ترکیبی است از جریان اندیشه خاص با بیانی بسیار درخشان در وجود فردی مؤمن و شاعر. سال 1334 خورشیدی برابر با 1955 میلادی، در گذشت مهدی قلی هدایت، معروف به مخبر السلطنه، نخست وزیر دولت پهلوی که در تهران به دنیا آمد و پس از اتمام دروس خود در دارالفنون به ریاست گمرک و پست آذربایجان رسید. وی بعد از مدتی به عنوان مترجم آلمانی در دربار مظفرالدین شاه مشغول به کار گردید. مهدی قلی پس از صدور فرمان مشروطه به وزارت علوم رسید و پس از حضور در چند کابینه و سپس به توپ بستن مجلس به اروپا سفر کرد. وی پس از عزل محمد علی شاه به ایران بازگشت و بلافاصله به حکومت آذربایجان فرستاده شد، ولی بر اثر مخالفت با ستارخان و باقرخان بار دیگر ناچار ایران را ترک کرده و به اروپا رفت. مهدی قلی هدایت هنگامی که مجدداً به ایران بازگشت، پست‌های متعددی را بر عهده گرفت که ولایت آذربایجان یکی از آنها بود، که در همان زمان قیام شیخ محمد خیابانی و چند قیام محلی دیگر اتفاق افتاد. وی پس از کودتای سید ضیاءالدین طباطبایی بارها به وزارت‌های مختلف دست یافت و سپس به ریاست دیوان عالی کشور رسید. او پس از کنارگیری مستوفی الممالک از ریاست دولت به سمت صدر اعظمی برگزیده شد و در حدود 6 سال و نیم در این سمت باقی ماند.